سرخط خبرها. حمله سنگین موشکی ایران به اسرائیل از دید هوش مصنوعی. رقیبان قدرتمند بایدن به میدان وارد شدند. کار ژنرال آخرالزمانی پوتین هم به انتها رسید. و وحشت واشنگتن از فرار دونالد ترامپ به روسیه. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. حمله سنگین موشکی ایران به اسرائیل از دید هوش مصنوعی. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ویدیویی از شبیه‌سازی حمله موشکی ایران به اسرائیل توسط هوش مصنوعی را ببینید. سیمیولیشن یا همان شبیه‌سازی در بسیاری از زمینه‌های علمی برای تنظیم یا بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های مورد نظر استفاده می‌شود. با توجه به بازار رقابتی جهانی، امروزه از نرم افزارها و سخت افزارهای خاص زیادی برای شبیه‌سازی و مدل‌سازی پروژه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. رقیبان قدرتمند بایدن به میدان وارد شدند. اولین مناظره نامزدهای رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا که تاییدیه لازم برای مناظره را دریافت و شرکتشان را در آن تایید کردند، ساعت 9 شب چهارشنبه به وقت منطقه زمانی شرقی آمریکا در شهر میلواکی برگزار می‌شود. دونالد ترامپ، کسی که طبق نظرسنجی‌ها نامزد پیشتاز این رقابت است، از این مناظره کنار کشیده است. به گزارش ایسنا به نوشته پایگاه ABC نیوز، کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد 8 چهره ای که برای رقابت مقدماتی تعیین نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات 2024 نامزد شدند توانستند معیارهای لازم و شایستگی شرکت در اولین مناظره بین نامزدهای این رقابت را به دست آورند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، با وجود پیشتازی قاطع در میان چهره‌های دیگر این رقابت، از این مناظره کنار کشیده و از رقیبانش نیز خواست تا در مناظره شرکت نکنند. کار ژنرال آخرالزمانی پوتین هم به انتها رسید. یک روزنامه‌نگار برجسته در روسیه و چندین رسانه خبری گزارش داد سرگئی سوروویکین، که زمانی فرمانده تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین بود، از مقام ریاست نیروی هوافضای روسیه برکنار شده و در حال حاضر ویکتور افسلوف، رئیس ستاد اصلی نیروی هوایی، موقتاً جانشین او شده است. الکسی وندیکتوف، سردبیر سابق رادیوی مسکو که در حال حاضر پخش آن متوقف شده، در پیام‌رسان تلگرام از برکناری سرگئی سوروویکین خبر داد و گفت او پس از برکناریش همچنان در وزارت دفاع مشغول به کار خواهد ماند. بیانیه رسمی در این خصوص منتشر نشده است، اما چندین وبسایت نظامی روسی خبر برکناری سوروویکین را منتشر کردند. سرگئی سوروویکین از اکتبر 2022 تا ژانویه 2023 فرمانده کل واحدهای روسیه در اوکراین بود. او همچنین در نوامبر 2022 دستور خروج نیروهای روسی از شهر خرسون در جنوب اوکراین را صادر کرد. و وحشت واشنگتن از فرار دونالد ترامپ به روسیه. بعد از آنکه مقام‌های قضایی آمریکا برای پرونده دونالد ترامپ در ایالت جورجیا از بابت تلاش برای لغو نتایج انتخابات 2020 این کشور وثیقه 200,000 دلاری تعیین کردند، این رئیس جمهوری سابق آمریکا به تمسخر این وثیقه پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: دادستان منطقه فولتون کاونتی ایالت جورجیا که ناظر بر این پرونده قضایی اوست، بر تعیین وثیقه برای او اصرار کرده است. ترامپ در این پست نوشت: بنابراین من فرض می‌کنم او فکر کرده که خطر فرار کردن من وجود دارد. من ممکن بود به جای خیلی دوری، احتمالاً به روسیه فرار کرده و یک اقامتگاه مجلل با گنبد طلایی را مشترکاً با ولادیمیر پوتین داشته باشم و هرگز دیگر کسی مرا نخواهد دید و صدای مرا نخواهد شنید. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.